خب بچه الان میخوایم وارد سیستم عامل لینوکس بشیم توی سیستم عامل لینوکس من وقتی وارد میشم یه همچین فضایی رو میبینم بزن این رو ببندم خب که نیم من اسم, اسم من اینجا ظاهر شده و از طرف دیگه ای من یه همچین فضایی دارم این محیم محیط جی دی امه. باش بعدا دیسپلی منیجر جی دی امه. که باش بعدا آشنا میشیم اما من وقتی روی این کلیک میکنم ببخشید به بخ... خاطر سرفه های من که گلوم خشک میشه هیچ من میام اینجا یوزر نیمم، پسوردم رو وارد میزن وارد میکنم و اگر روی این چرخنده کلیک بکنم میگه که کدوم محیط رو دوست داری محیط گنوم یا گنوم کلاسیک رو من اگر محیط های دسکتاپ های دیگه ای رو داشته باشم اینجا برام لیست میکنیم که بعدا خواهیم دید ساینین رو میتونم بزنم که وارد بشم همچنین من قبل از ورود میتونم یه سری چیزهایی رو بیارم مثلا های کانترست رو بیارم نمیدونم زوم رو بیارم لارج تکست و اینجور چیزها یا این تنظیمات دیگه ای که اینجا هستش من میزنم وارد میشم ساینین میشم به من میگه که شما در این تاریخ ساینین شدید این یک روش ورود به سیستم عامل لینوکسه و اگر من از اینجا لاگ بکنم در زمانی که بچه ها شما کاربری دارین که لیست نشده اینجا مثلا کاربر روت من میام میزنم روی نات لیستت میزنم یوزرش رو پسوردش رو زنم و ببینید چه اتفاقی افتاد وارد شد پس اگر یوزر شما اونجا بود که چه بهتر نبود <تصف> میتونید این کاری که بهتون نشون دادم رو در حال حاضر انجام بدید اینها روش ورود از طریق محیط گرافیکی بود که خب خیلی ساده است دیگه بلدید اما فرض کنید این محیط الان لاک شده من چی کار میتونم بکنم یعنی فرض کنید که الان این محیط بالا نمیاد یا یعنی این محیط مثلا اومده ماوس هنگ کرده یه کلیکی داریم یه کلید ترکیبی داریم به نام کنترل آلت و F2 تا F7 این رو که بزنید f من بازه من رو میزنم روی f اگر این رو بزنید یه همچین چیزی براتون میاد خب نگاه کنی به این نوشته سنتوس لاگین من اگر یوزرم رو اینجا بزنم پسوردم رو بزنم فکر کنم ناملاکم روشن نبود و پسوردم رو نزدیم خب چه اتفاقی میفته؟ آه باز من اسم یوزرم رو درست نزدم این بارم وارد سیستم میشه پس شما دو تا روش داری یا میای از محیط گرافیکی استفاده میکنی یا یه همچین محیطی اصلا تو آرچ لینوکس مستقیما میاره را همچین محیطی مگر اینکه ما خودمون محیط گرافیکی بهش نصب کنیم خب من برمیگردم دوباره به بخش گرافیکی پس اون چطوری شد کنترل alt F2 F3 F4 تا F7 F1 هم که همین ویندو این همین این رو من میزنم وارد میشم ببینید نوشته آنتیتیای آنتیتی های سه وارد شد خب من یه روش دیگه ای دارم بچه ها. ببینید مثلا میام اینجا میزنم if config و اطلاعات شبکم رو برمی دارم 192, 168, 216 و 128 خب بیام اینو اینجا لاک کنیم میرم روی این یکی و یه ویندوز دیگه ای باز می کنم این رو بیارم پایین تر اینطوری باشه و حالا آرش بکنم اینطوری خب من میام میزنم SSH سبدی SSH در 192 168 168 216 حالا اگه شد آه, 216 و چند بود عدد بعدی 128 بود نقطه 128 اگر دو تا سیستم روی یک نتورک باشن اصطلاحا بهش میگن لوکال ما میتونیم این کار رو انجام بدیم <coughs> و میاد میگه که میخوای واردش بشی میگم یس yes و میگه پسوردش رو بده پسورد رو میدم پسورد اون سیستم رو. الان ببینید قبلیه بود منجر رو مانجر منجر رو آی الان شد اس ابدی خب من برای اینکه ثابت بکنم به شما که من روی اون یکی لینوکس هستم کلیر بکن سفر رو لطفا نمیشناسی اینو باش خب برای اینکه ثابت بکنم رو اون یکی سیستم هستم آره راست میگه دیگه اون یکی سفر رو کلیر میکنه ببخشید <تصفح> چیکار میکنم میام یه فایلی رو مثلا برای می نویسم مثلا می نویسم اکو بکن سلام ساعت چنده سیزده و پنجاه و هشت پنجاه و هشت فرام و این رو میزنم اینجا به نام فایل تست 13.58 اوکی شد الان میخوایم بریم ببینیم که آیا این فایل اونجا ایجاد شد بیا نگاه کنید من میام اینجا ls میزنم ببینید فایل تست 13.58 اینجا ایجاد شد کت میکنم داخل این فایل رو و میگه که سلام از مانچارو فران دقیقا پیامی که ما نوشتم پس من اگر دو تا شبکه داشته باشم که روی یه, روی نتورک باشن لزوما این دو تا شبکه روی یه کامپیوتر یه خونه حتما نیستن مثلا من از اینجا که میخوام وارد سیستمی باشم که تو دانشگاهمونه یه وی داریم وصل میشم روی اون وی و کانکت میشم روی نتورک و نتورکی که اونجا هست ش... کامپیوتری که اونجا هست اون کامپیوتر باید روشن باشه این به چه دردی میخوره در آینده ما کار با سرورها رو خوا... یاد خواهیم گرفت که چطوری از اینجا به سروری متصل بشیم که دقیقا همینه کانسپت همینه خب و این کارا رو انجام بدیم مثلا بزن یه کار جذاب دیگه انجام بدم اه... بزنین ببینم من البته پسورد این پسورد اینو نمیبینم آها مثلا بزن یه کاری بکنم الان من اگزید میکنم از این بعد میزنم به جای این میام میزنم scp بکن برای من در داخل این فایل فایل تست چی بود؟ اسم فایل رو چی گذاشته بودیم؟ فایل تست 1358 آره خب میزنم فایل تست 1358 رو کپی بکن به اینجا میگه پسوردش رو بده میگم چشم و الان من اگر ls بزنم همون فایل اینجا هست یک بار دیگه این فایل رو حذف میکنم برای اینکه مطمئن بشید ببینید این فایل که دیگه اینجا نیست نه این فایل اینجا دیگه نیست دوباره من اگر دستور scp رو بزنم خب بخش نتورک از همین الان دارم تدریس میکنم اون فایل رو اوورد اینجا چطوری یعنی من مستقیما وصل شدم به یه کامپیوتری از اون کامپیوتر اطلاعاتش رو کپی کردم روی این کامپیوتر به این روش میگن لاگین شدن از طریق SSH پس ما سه روش داشتیم یک روش GUI یا همون روش گرافیکیمون روش دوم روش TTY بود و روش سوم از طریق SSH بود این بخش رو تموم میکنم در اینجا این سه تا بخش رو تست بکنید تمرین بکنید تو خونتون و بریم به بخش هلپ و دستورات اولیه لینوکس اول, اول دستورات اولیه لینوکس رو میگم بعد میریم به بخش هلپ